22 بهمن ایرانم. باور کنید همونو کپی میکنم، هر کی میگه کی میای میگم 22 بهمن من ایرانم. این یعنی ما 22 بهمن با قهرمانی برمیگردیم ایران. گفتم با درود خدمت شما بزرگواران، امیدوارم که حالتون خوب باشه. در مورد پیروزی تیم ملی ایران در قبال ژاپن یک مطلبی رو منتشر کردیم که باعث ابهاماتی شد. اولا باید عرض کنم که ما از برد تیم ایران خوشحال هستیم و چیزی که باعث بشه در جامعه حالا موقتا شاد بشن باعث میشه که ما هم از این قضیه خوشحال باشیم. کاری ندارم که چه نگرشی در قبال تیم ملی داریم، ولی بدونین چیزی که به اسم ایران هستش رو باید همیشه محترم شمرد و برصد ما یک ریسمانی داریم به نام ایران، با هر نظر عقیده‌ای باید حول اون باشیم. دقیقا مثل سال 1986 که آرژانتین قهرمان جام جهانی شد، آن زمان هم یک دولت شبیه جمهوری اسلامی که رأس کار بود و باعث کشتارهای فراوانی در آرژانتین شد رأس کار بود، ولی خب مردم آرژانتین در صحنه اومدن به تیم ملی رو حمایت کردن و بعد از مدتی همون دولت سرنگون شد و نهایتاً اعدام شد اون شخص. برصد این اسم ایرانی که خواهد ماند، فرق نمی‌کنه حالا موقتاً جمهوری اسلامی باشه یا هر کس دیگه. و یک مسئله دیگه هم هست، خیلی از مردم جامعه که فقط به خاطر شاید خیلی کمتر از میلیارد خیلی از مسیرهای زندگیشون عوض میکنن، نه با توقع داشته باشن یک شخصی مثلا مثل طارمی، ترابی یا هر کسی دیگه بیاد موقعیت زندگیش رو در خطر بندازه به خاطر منافعی که ممکنه حتی در آینده هم شاید بهش نرسه. اینا یه مسائلی هستش که واقعا جای کار داره در جامعه‌ای که به خاطر یه نخ سیگار همدیگر رو میفروشن. شما نباید انتظار داشته باشید که یه نفر بیاد از مردم حمایت کنه. کم پیدا میشن چنین افرادی، ولی خب اصلا بحث ما این مسئله نیست. ولی خب ما همیشه هم قبلا هم در این موضوع صحبت کردیم، فوتبال یکی از الگوریتم هایی هستش که در سیاست تاثیر میذاره و سیاست اصولا در فوتبال تاثیر میذاره و فیفا یکی از ابزارهای گلوبالیسم جهانی است و پیرو اهداف خاصی این روند رو در مسابقات خودش جلو میبره. دقیقا در زمانی که عراق به خاک و خون کشیده شده بود و امریکا با مشکل مواجه شده بود در عراق، در سال 2007 کشتار بالا رفته بود و از سال 2006 صدام رو اعدام کردن، خواستم به واسطه فوتبال در عراق جو آروم کنم و سال 2007 عراق رو قهرمان کردم. سال 1998 هم وقتی توان تیم ایران و استرالیا رو کنار هم می‌ذاریم وقایع رو که حالا یک بارم در موردش صحبت کردیم رو پاره کردن تور و اون وقفه که در بازی افتاده کنار هم میذاریم، میبینیم که ایران به جام جهانی رفت و اون جماعت اصلاح طلب رو موج فوتبال سوار شدن و توانستن تغییر تحولاتی در جامعه ایران ایجاد کنن و جامعه ای که داشت عبور میکرد از جمهوری اسلامی به واسطه اصلاحات دوباره اسیر شد. در سال 2018 دیدیم بعد از اینکه سال 2014 روس‌ها حمله کردن، کریمه رو گرفتن، از دنیا تحریمشون کرد به خاطر اینکه روابط بین دنیا و روسیه برقرار بشه، اومدن جام جهانی رو دادن به روسیه. در قطر هم در سال 2022 که به حال خیلی ها شنیدیم با زد و بندهایی گرفتن، ولی مهمترین هدفش آورده شدن فرهنگ نوین غربی در بستر خاورمیانه هست، در کشورهای اسلامی هست و دیدیم که بعد از جام جهانی و اون بازی‌هایی که پیاده کردن در خاورمیانه، الان عربستان یک کشور اصل محال کشورهای اسلامی، امروز مشروب فروشی داره باز میشه، در امارات کازینو باز میشه، در قطر هم جنسگرایی رو مجبور شدن قبول کنن و آبجو صرف کنن. به صورت اینها فرایندهای سیاسی است، به صورت اکثریت عوام مردم فوتبال دوست دارن، ما هم جزو همون ها هستیم، علاقه داریم به فوتبال، ولی این فوتبال نیست، چیزی نیستش که بتونه دائما مشکل همه رو حل کنه. یک مسکن هستش که به واسطه این سیاست ها روی جامعه تأثیر میذاره. ما به چند دلیل میگوییم با نیمه دوم ایران ژاپن بازی سیاسی بود. اولا اگر بازی اول ایران و قبلی ایران نگاه میکنیم، ایران سوریه دیدیم که به زحمت تونستن سوریه را ببرن و اصلا کیفیت بازی ایران
عملا بازی دیگری بود. این هم بدونید در داخل تیم ملی ایران این دو باندی هایی که خب اکثرا شاید میدونید دو باندی های اطلاعاتی هم هستن، یعنی زمانی که کیروش رو مثلا در جام جهانی میارن اون تیم ملی که میتونست گروه بالا بره ولی به خاطر مشکلات سیاسی و باج دادن جمهوری اسلامی، بخشی از جمهوری اسلامی که قبلا باج نمیداد، چون اگر تیم ملی ایران به هر دلیلی صعود میکرد در اون جام جهانی می توانستش باعث اتفاقاتی در داخل ایران بیفته، یعنی از یه طرف ارزشی های ولایی تو خیابون از این مردم میاد و کنترل اون جمعیت قابل عملا سخت بود. برای همین یه دفعه دیدیم تاجی که متهم به فساد شد آورده شد با هماهنگی، کیروشی که عملا یاد گذاشته بودنش بیرون بهش فوش داده بودن آوردن، همون تیم آوردن که کنترل شده برن، یعنی همه چیزو کنترل کنن، یه برد مثلا ضعیف، یه شکست مثلا آنچنانی که یه طرف خوشحال کنه و عملا به عنوان ابزارش استفاده کردن. در این جام هم دیدیم که به حال کیفیت و شعور امیر قلعه‌نویی که اصولا دوست ندارم این تیم رو به عنوان مثلا یک تیم ایران بدونیم، چون یک لومپنی و یک پاچه‌خوار حکومتی به نام قلعه‌نویی رأس کاره، ولی خب به هر صورت وقتی کیفیت بازی ها رو میذاری کنار، سرمایه گذاری ها رو میذاری کنار، میبینی اصلا قابل قیاس نیست. برای همین بازی ایران وقتی کنار سوریه نگاه می‌کردیم دیدیم که به چه وضعی ایران تونست سوریه رو به حال ببره، و نیمه اول بازی ایران و ژاپن هم دیدیم که اصلا کیفیت بازی ایران به حدی ضعیف بود که عملاً ما انتظار داشتیم چندین گل در نیمه دوم بخوره. ولی مهمتر از همه سایت‌های شرط‌بندی بودن که وقتی آنلاین نگاه می‌کردیم آدس‌هایی که برای بازی ایران ژاپن گذاشته بودن، ناخودآگاه تیمی که مثلا ضعیف بازی کرد یه گل هم عقب‌تر بود ناخودآگاه آدزاش عوض شد، و این نشان دهنده یکی دیگه از این بودش که گفتیم بازی در نیمه دوم عوض شد و خواستن ایران برنده بشه، و عملا در نیمه دوم قلعه‌نویی که همون قلعه‌نویی بود که در بازی سوریه دیدیم، تیم هم همین بود، تیم ژاپن بازی نکرد و هر دلیلی، حالا شاید خیلی از بازیکنان حتی ندونن، سیستم به سمت جلو رفتش که ایران از این بازی بیرون اومد. ولی باید دقت کنیم به مسائل حاشیه‌ای که اتفاق افتاد. دقیقا همون روزی که ایران بازی داشت از ساعت 1:12 نصف شب امریکا حمله کرد، تمام مواضع ارازشه ولایی رو در سوریه و عراق زد، 85 نقطه رو زد، یعنی کلن محور مواصلاتی که ایران به حال این سپاه پاسداران کشیده بود بین عراق، سوریه و جنوب لبنان رو همه رو زدن، و دیدیم که هیچ صدایی هم از جماعت بلند نشد. حتی انفجاری هم در اصفهان شنیده شد، رخ داد که بعضیا معتقد بودن که کار سایبری بوده، بعضی گفتن انفجار بمب بوده و اونم تکذیب کردن. و عملا این اتفاقا که رخ داد و جمهوری اسلامی میخواست جامعه ازش عبور کنه و باج‌هایی که داد، چون عملا دیدیم هیچ کدوم از سران سپاه هیچ اظهار نظری نکردن و عملا ساکت شدن، و همونطوری که پیش بینی کرده بودیم این محور مقاومت رو قربانی بقای جمهوری جدید کردن. همه اینها رو کنار هم بگذاریم میبینیم که این اتفاقاتی که پشت پرده افتاد، حمله به مواضع ارازشه ولایی و این سکوت مرگباری که جمهوری اسلامی و فرماندهانی که همیشه دهانشون گشاد بود و صحبت میکردن، همه رو کنار هم بزنیم و بازی ها و معادله و مهمتر از همه اون آدس های شرط بندی رو که ناخودآگاه عوض شد رو کنار هم بزنیم، مشخص هستش که بازی در نیمه دوم جور دیگه ای بسته شد و مهمترین برنده این بازی سایت های شرط بندی بودن، یعنی کسایی که حالا شرط بندی فوتبال میکنن این قضیه رو بهتر میدونن. بازی ژاپن رو کنار بازی ایران نیمه اول بذاری، همه فکر میکردن که خب ژاپن برنده میشه، شاید اختلاف گل بیشتری، ولی یهو وقتی که بازی عوض شد و خیلی شرط بستن روی ژاپن یا گل بیشتر ژاپن، همه چیز عوض شد و یه دفعه تیم ملی که جور دیگه بازی میکرد جور دیگه بازی کرد. و هر صورت این بازی سیاسی بود به هر دلیل، یا تیم ملی خواستن بازی کنن یا به حال اون دو گروهی که در تیم ملی هستن و همیشه در هر تیم ملی که در ایران رفته مهرهای امنیتی هستن، حتی اون بازی ایران استرالیا و همیشه 3-4 تا مهره امنیتی دارن، و این دو دستگی هم که حالا در تیم ملی درباره صحبت کردیم یکی دیگه از اون نشانه هایی هستش که ما گفتیم که در این بازی ورق جور دیگه ای رفت. اگر نه به کنار هم گذاشتن بازی ژاپن می‌بینیم که بازی در نیمه دوم عوض شد و ژاپنی که تیمی که کاملا حرفه‌ای در نیمه اول فوتبال بازی کرد در نیمه دوم دست پا بسته بود و باعث شدش که این بازی حتی اگر به پنالتی هم میرفت مطمئنا این بازی در میومد. و خب
دیگه این یک تحلیل هست، ممکنه شما براتون مورد قبول نباشه، ولی خب در اصل موضوع فرق نمی کنه. حداقل چند ساعتی شما خوشحال بودی، مردم خوشحال بودن، این مهمترین المانشه. ولی ما به عنوان یک کسی که مسائل سیاسی رو رصد می کنیم و از فوتبال رو به عنوان یکی از ابزارهای بازیهای سیاسی می بینیم، این تحلیل رو داشتیم که بازی در نیمه دوم سیاسی بود و به گونه دیگه بسته شد.